دوباره خوش آمدین به ادامه صبح فردا و همچنین در این بخش برنامه ما دکتر قیس نیکزاد متخصص داخل عمومی را داریم و همچنین موضوع برنامه ما بواسیر است. بسیار زیاد خوش آمدین دکتر. وقتتون بخیر دکتر صاحب، ان شاءالله کیان بکام باشم. خیلی ممنون. عرض ادب احترام دارم خدمت شما دو بزرگوار. علیکم السلام. خدمت تمام دستاندرکاران عزیز برنامه تان و خدمت تمام کسایی که در ماه مبارک رمضان بیننده و شنونده برنامه زیبایتان هستند. امیدوار هستم از بحثی که ما امروز در مورد موضوعی که خیلی عام هست، رنج دهنده هست، اکثر اوقات افراد اشخاص از شریک سازی از یک کمک آر میکنند در جامعه ما، شما از بحثی که ما داریم مورد میداشته باشیم از این طریق بتانیم به دانش طبی هموطنهای خود بیافزاییم. امیدوار هستم که صبح ماه مبارک رمضان زیاد پر حرفی ما نکنم. نه خواهش میکنم. بسیار خوب است یک آشنایی کامل با این بحث اگر پیدا کنیم ما و بیننده ها رو تصدیب اگر باز بکنیم بحث. خب وقتی که جهاز هاضمه ما رو در ارزیابی قرار بگیره مستند بر معتبرترین مؤاخذه طبی، امراض در قسمت های مختلف جهاز هاضمه وقتی که تخصص میکنه این کتگوری بندی شده. بعضی مرضای ما داریم که در دهن ایجاد میشه، بعضی مرضا داریم که در میری ایجاد میشه، بعضی مرضا داریم که در میده ایجاد میشه، در روده بزرگ و روده کوچک، و بعضی امراض هست که مربوط مقعد و کانال مقعد است. درست. یکی از جمله امراض غیر معمول مقعد و اکناف و اطراف مقعد انسان را هیمروید یا بواسیر تشکیل میده. هیمروید یا بواسیر. نام علمیش هیموروید است. خب قبل از اینکه ما در مورد خود مرض صحبت بکنیم، ابتدا ما باید به شکل نرمال، یعنی در مورد آناتومی نرمال کانال مقعد کمک که به شما معلوماتی رایه کنم. کانال مقعد به خاطر که محکم باشه، سفت باشه، مثل دان بوتل وار سر بسته باشه که نه بیراده باد خارج شوه، نه بیراده محتوا خارج شوه، یک شبکه تقویه کننده وایی داره. یعنی به خاطر که مؤثرها و گیرنده ها و قیتک مقعد به صورت درست بتونه فعالیت خود اجرا کنه، یک شبکه ای را حمایت میکنه. درست، یک شبکه ای را حمایت میکنه. این شبکه من ایسی یک لایه عمل میکنه در زیر اجرات پتل موقعیت داره که در شریان شامل است، ورید شامل است، از علا شامل است و در پالی از اون نزج منظم شامل است، تا اینکه امو واشل ارادی مقعد خدا به شکل بسیار سفت محکم بتانه و در صورتی که نیاز باشه خدا باز بکنه. و کانال مقعد و خود دان مقعد وقتی که مثلا در وقت رفع حاجت بیرون برآمدگی پیدا میکنه، پس دوباره خدا داخل بکنه. این ساختمان نرمال آناتومیک است که در پیش هر فرد کاهل وجود داره. این نرمال است. خب چه باعث میشه که این شکل نرمال به یک حالت پاتولوژیک یا مرضی تبدیل شه؟ اگر ما مداوم قبض باشیم، اگر ما چاق باشیم، اگر ما در وقت رفع حاجت بسیار زور بزنیم، اگر ما قبضیت دوران طفولیت داشته باشیم، اگر ما به طور مثال تحرک و فعالیت فیزیکی نداشته باشیم، آب نگیریم، فایبر نگیریم، سن ما بسیار بلند باشه، در کموتای فرشی رفع حاجت بکنیم و کسایی که در کموت بیشتر از 5 دقیقه میشینن، یکی که زور میزنن، یکی که پاور لیفتینگ میکنه و وزنای ثقیل میورداره، همه و همه فاکتورهای حمایوی به خاطر ایجاد هیمروید یا بواسیل است که در نهایت امو شبکه و آیه که در دان مقعد و رول نرمال آناتومی که تقویه کننده محصره یا واشلا را داره، ای توسو میکنه، وسعت پیدا میکنه. مثلا شما دیده باشین ورزشکارای که زیاد مثلا زور میزنه در پایه چند دیدی بعض رگا مبرایه وریکوزبین که میگن اونمه تو اویه در دان مقعد توسو میکنه که توسو کت بز میگیم که فرد هیمروید یا بواسیل پیدا کرده، مرض هیمروید یا مرض بواسیر. مواسیل نه، بواسیر. مواسیل کدام تا پیشتر ایجا صداقت کی بود؟ خب در پلی از دوستای گرانرچ عرض دیگه که باید بیان شوه عبارت از این است که نظر به این که لحاظ آناتومی اینمی مشکل در کجا موقع داره، ما دو نوع بواسیر داریم. یکی بواسیل درونی داریم یا بواسیل داخلی، دوم بواسیل خارجی. بعضی کس ها هستن که مثلا میگن بواسیل های فکر که کلفتی و تکمهی و بادی و خونی، این نومکلیچر و نامگذاری محلی هست. درست. لحاظ علمی چیزی به نام ازی وجود نداره. این مزخرفات بیش نیست. از لحاظ اکادمیک علمی ما دو نوع هیموروید داریم. چهار ماخذ معمول اینجا گرد کده را ایستون در مورد صحبت میکنم، بواسیل داخلی، بواسیل خارجی. خب مریضایی که بواسیل داخلی می داشته باشن اکثر اوقات اینا به عرض است.
شکایت نمی داشته باشن. بعض اوقات امکان داره که به طرز مثال یگان خونریزی ها تجربه شوه. نظر به مرحلهش فرق میکنه که در کدام مرحله یک فرد قرار داره و نظر به شکایت پیش ایجاد میشه. ولی با وسیله خارجی که از مقعد میشه بیرون میباشه و در چهار دوباره اکناف اطراف مقعد تحسس میکنه، یکسر اوقات دردناک است. هر فردی که این مشکل پیش ایجاد میشه شرم باید نکنه، آر نکنه، ننگ نکنه، به دکتر مراجعه بکنه. نظر دکتر صاحبای جرایی در این شرط است. یعنی این موضوع در صورتی که وارد مرحله مغلق میبرایه، کنترلش از دست ما که دکترای داخل هستند که خارج میشه. مثلا مریضایی که در کتگوری سوم یا کتگوری چهارم با وسیله درونی قرار داره، دکتر داخل به هیچ کاری کرده نمیتونه. ما من هست یک دکتر امراض عمومی فقط یک سری اهتمامات حمایوی و اهتمامات به طور مثال رفع کننده اعراض را برش توصیه میکنیم. چاره شد نشد، دکتره که جراح میفهمه تیغش پلش جمع مریض. بسیار خب دکتر صاحب، امراض داخلی بواسطه علائمش چه قسم است که عزیزا بفهمه از علائماتش؟ خب تنها اینا داخلی را خیلی من نمیگم علائمش، هم داخلی را بیان میکنم هم خارجی را بیان میکنم. بله. خب بواسطه داخلی چهار مرحله داره، چهار استیج داره. استیج یک، دو، سه، چهار. خب در مرحله استیج یک یا مرحله یک، مریضا خونریزی را تجربه میکنه بدون کدام بیرون زدگی. یعنی مریض از مقعدش خون میاد، امکان داره اکثر اوقات قبض باشه، ولی کدام بیرون برآمدگی در وقت رفع حاجت تجربه نمیشه. مرحله یک بسیار خفیف است، ضرورت به دوا نداره، ضرورت به عملیات نداره. مریض که بگه یک ذره او خوردن تا زیاد که میره پیش ترایش و یک دم حالت ثابت باقی میمانه. مرحله دوم یا استیج دو، مریض خونریزی داره، مترافق با خونریزی چیزی در وقت رفع حاجت از مقعد بیرون میشه، ولی به شکل اسپانتینیوس یا خود به خود به نفسی پس داخل میبره. چیزی از مقعد پایان میاد، پس بدون کدام مداخله خودش داخل میره. مرحله دو، برای از این مریضا به طرز مثال گفتم میشه که ملینات استفاده کن، چیزایی که روده را لشم کنه، قبضیت مریض مرفوع کنه و در پالی از اون نمانه که مثلا یه حالت شدید شوه. زور نزنه، چیزی که رنگ نورداره، اگر چهار پنج تا شتک داره دیگه عمل نگیره و از کموتا استفاده کنه، در پالی از اون کوشش کنه که در کموت از پنج دقیقه بیشتر را سپری نکنه. یعنی هنوز وارد مشکل نشده این مرحله دو. درست. این مرحله دو دوست گران ارجو. مرحله استیج سه حالتی است که مریض بعض اوقات امکان داره خونریزی را تجربه کنه، مترافق با خونریزی چیز یا نسج از درون مقعد بیرون میبره، باید با مداخله انگشت پس دوباره داخل شوه. میدونی چی میگم؟ یعنی با انگشت پس دوباره باید داخل شوه. این مرحله سه هست، سر به خود نمیبره. و مرحله چهارم مرحله است که مریض امکان داره خونریزی داشته باشه، مترافق با او مشکلات دیگه هم داشته باشه، چیزی در وقت رفع حاجت از مقعد بیرون شوه، ولی با مداخله انگشت هم پس دوباره ارجاع نمیشه. چهار مرحله، یک، دو، سه، چهار. این دریافتای کلینیکی و مرحله بندی به وسیله درونی. نه به وسیله خارجی، فقط یک تگ مردم باز میگه کلف تکمه، مثل یک دانه نوبیا و نخود واره مثلا در زیر در چهار دوباره مقعد خود تجربه میکنه. این اکسترنال هموروید است، با وسیله بیرونی هستن که فقط مثلا اونمو نسج داخل چهار دوبر مقعد یک پوش در چهار دوبر رگای خون ایجاد کرده. این مریضا دردناک است، ششتنشان برشان مشکل میشه و بعض اوقات به طور مثال اکثر اوقات خارش را همچنان تجربه میکنم. هر کسی که چی با وسیله درونی داره، چی با وسیله بیرونی داره، در کل چهار شکایت پیش از اینا خیلی معمول هست. اگر درونی است یا بیرونی، چی است؟ نمبر اول بلیدینگ، خونریزی خفیف، متوسط، شدید. امکان داره خون چک چک بیایه، امکان داره که قبل از مواد غایطه باشه، بعد از مواد غایطه باشه، امکان داره که به طور مثال در تشناب تجربه شه، یا یک فقط در وقت پاک کردن مواد غایطه تجربه شه. مریض میگه من هیچ خونریزی ندارم، فقط وقتی که مثلا رفع حاجت میکنم مقعد من پاک میکنم کاغذ خون پر میشه. این موضوعات بسیار عام است، گپ شرم نیست. هر کسی که از این مرض، یک دکتر که مثلا کار میکنه از سال دوی فاکولته، آنقدر مثلا چشم از این سفید میشه که جلد مثلا روی کتی جلد مقعد برای زیاد فرق نداره. موضوعات از مرض از برای گپ در کجاست. موضوع دوم، مریضا بلیدینگ یا خونریزی گفتم اول می داشته باشن. دوم، امکان داره که مریضا اکثر اوقات درد داشته باشن در چهار دوبر اکناف اطراف مقعد، خصوصا در وسیله بیرونی درد داشته باشن. مریضا اکثر اوقات عبارت از افرازات مخاطی می داشته باشن،
یعنی مخاط از دان مقعد خارج میشه و این مریض تنبانش لکه میکنه، بیوزو میسازش و بار بار ضرورت به این میشه که مریض به طور مثال تنبان رو تبدیل کنه در پلی از او. اگر بیرون برآمدگی از کانال مقعد باشه، اکثر اوقات مریضا انال پروریتس یا خارش مقعد را تجربه میکنن که از لحاظ اجتماعی خصوصا در جامعه سنتی مثل افغانستان یک ذره بر مریض بحث برانگیز میشه، فعالیت های اجتماعیش محدود میسازه، جای از شرم نمیره چون صحیح ششته نمیتونه مقعد به طور مثال خارشش، فعالیت های روزمریشه محدود میکنه. خارش مقعد، درد اکناف و اطراف مقعد، خونریزی، افرازات مخاطی که عضوی مریض را مشکنانه و مریض را از لحاظ اجتماعی بهش مشکل ایجاد میکنه، چهار نشانه های است که در سیر بواسیر درونی و خارجی امکان داره که پیش مریضا ایجاد کنه. خیلی تشکر دکتر صاحب. بحث ما با جناب دکتر خیس نگزاد، استاد دانشگاه و متخصص داخل عمومی در مورد بواسیر هست، عوامل اختلالات، شکایت بیماران و مخصوصا راه های تداوی و جلوگیری از چی است. شماره تماس ما هم 0202503444، البته هنوز هم یک شماره ما ظاهرا فعال است. خو تالا فعال نشده، یعنی ما یک هفته نبود و قریب که ما دیگه چه فایر کنم خوب شد نگفتم. هم آدم میگد نه تینک توایز بیفور اسپیک وانس، یعنی صد بار بیاندیش یک بار بیانداز. قریب که ما فایر کنم دیگه را که این بریک کش کدم که تو گفتی که گپ حالا بله بفرمایید بفرمایید من کار خدا کردم. سلام علیکم. علیکم السلام، همشه را بفرمایید. نظر بسید خیرش تشکر خواهد. سوال خود مطرح کنین. سوال داشتیم از دکتر سید. خب دکتر سید، ما که هستم میشیم از بواسیر گرد بدین. بله شو که هست از ما یگان شو بله. اون قدر یه درد میگره از دردم زی از شدت دردم زی از خواه بدار خواه ایشنام دادزم یک درد خواه اندخواه با تسید درد ازی آرام میشه؟ درست آره. امشیره بزرگوار چند سال عمر داری؟ 38 38 سال، بدون خود دزای فامیل خوار بیادر پدر مادر کس رگه این مشکل را داره؟ نه دیگه کس این مشکل نداره. نداره درست. چند اولاد داری؟ 7 اولاد. از مواد غایتیت خون میایه؟ نه. در پولیازو قبضیت دائمی سابق یا فعلا میداشتی؟ دیگه یکان دفعه قبضیت هستم دیگه دایم نیقه خدا وقت رفع آجت دان مقت برد خارش سوخت تو احساس پاره شدن را تجربه میکنی؟ آه درست. تشکر. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر. بنین نباشین دکتر صاحب جواب بدن. خب دکتر صاحب. خب بریم تا... سر از این بله سری موضوع بریم تا تماس های بعدی را کماتونیم بکنم. من پیشتر عرض کردم که بیشتر واقعات به واسیل وقت دردناک می باشه که چهار گپتش باشه. چهار گپ یا خارجی باشه یا ترومبوز تحسس کده باشه، یعنی لخته در بین اون رگایی که متوسط شده، این ترومبوز میگه لخته در بین رگایی متوسط. سوم انتان در ساخه مداخلت کده باشه، یعنی میکروبی شده باشه. و چهارم نکروز کده باشه، ساحه سیاه شده باشه و در نهایت به یک مرحله زخمی تبدیل شده باشه، زخم تحسس کده باشه. ولی یک چیز یادتان باشه، یک چیز از لحاظ طبابت به نام مایت میگن. مایت چی مانا؟ یعنی عقاید باطل در مورد یک مرض. بعض عقاید باطل در مورد بواسیر وجود داره. یکی که مثلا دیده بسیار مردم یک چیز شرم میدانن از گفتن از به دکتر آر میکنه. دختر مثلا وقتی که بیاد ماینه خانه میسونه مادر خود عکسه سیل میکنه که یعنی بگویم نگویم بگویم نگویم باز بالاخره میگه مروید مدار ما میگیم سه که تو هیچ چی از چی شرم کدرش. در پلیازو عقیده باطل دیگه در مورد از این است که هر نوع خونریزی که ما در ماده غایته می داشته باشیم و هر نوع دردی که در چهارده بر مقعد می داشته باشیم تاپی به وسیله دی می زنیم. در حالی که امراض دیگه همچنان وجود داره که باعث شود تا ما پری انال پین داشته باشیم، یعنی دردهای اکناف و اطراف مقعد. کدام امراض؟ زخمای دان مقعد، التهاب به طرم سال رودای کلان و نهایات رودای کلان در دان مقعد، انتانات دان مقعد، در پلی از او به طرم سال خارشی که در سیر کرمات موجود می آید، در پلی از او خدای نخواسته سرطانای دان مقعد و نشین، اینا همه و هم امکان داره که دردناک باشن. بنابراین باید ارزیابی شود. چه رقم ارزیابی شود؟ اول ساحت دیده میشه توسط مثلا دکتر معالج، جس و تفتیش مقعدی صورت میگیره، انگشت در مقعد داخل میشه تا قوام یا موضوع ساحه ارزیابی شود. اگر کفایت نکرد انسکوپی صورت میگیره،
کمرد داخل مقعد دخیل میشه تا اینکه ساحه ارزیابی شود، درجه بندی شود، کاتگوری بندی شود، موقعیتش تثبیت شود و سایر امراض رد شود. برای از او باز برای از این شیرگک ما آدم گفته میتونه که فقط به دوا گذاره کو، مثلا قبضیت طرف کو، در پالی از او بعض مرم ها برت استفاده شود، دواهای انالجیزیک و قرخت کنندی موضعی توصیه شود، لیزر بزنی، ساحه به طور مثال برداشته شود، یا ای که هموروئیدکتومی صورت بگیره، یعنی برداشتن امو شبکه متاسبایی که گپ دیگه از دکتر صاحبای داخله و نسایی و موضوعات میپره میره به طرف جراحی. چون افغانستان بسیار جامعه سنتی است، اکثر مریضایی که زن هستند به خاطر موضوعات تر مشکلات خود زیادتر به دکتر صاحبای نسایی مراجعه میکنن و زیادتر به دکتر صاحبای داخله مراجعه میکنن. ما که به اصطلاح مردم یک داخله چیستیم، کاری که میتونیم درد مریض آرام کرده میتونیم، بعض اوقات خون ریزیش آرام کرده میتونیم، قبضیتش مرفوع کرده میتونیم، یگان خارش دان مقعد با استفاده از بعضی ملما به طور مثال خاموش میشه و ایره علمن به ما اجازه داده چاره شد، زور ما رسید، خوب و خوب نرسید به جراح مریض راجع نشانه هایی گفتن دکتر صاحب که یگان شب درد هست و حدود 5 دقیقه درد میگیره دیگه آرام میشه، تمام موضوع منسجم شد. خب اینا میشه که درد ممکن داره متقطع باشه، درست، مداوم باشه، کوتاه مدت باشه، خفیف، متوسط، شد. و چطور از اولادشون سوال که دکتر صاحب چی نشان دوست گران ارج، اگر در شروع برنامه شما متمرکز بوده باشین، ما یکی از جمله فاکتورهای حمایوی را و کمک کننده را به خاطر تاسیس بواسیل چی گفتن فریبا جان؟ گفتن که زور باید زیاد نزنه. زور نزنه. بنابراین ولادت های پی در پی و پشت در پشت هفت دان اولاد اینا پیدا کرده. این طبیعی است که در وقت دلیوری یک فشار شدید در بطن وارد میشه. مانور و والزلوا فشار دیجه یا کسایی که ایت مثلا خانما خو عمل پشت در پشت میاره، مردا میره در کلاپ کیلکو وردار پایان کو وردار. مثلا ما در کلاپ ورزش میکنم، مال خیند ماه رمضان نمیرم، همه هر کس که در پولی ما زور میزنه باز ما در دل میگم من بچه این باز وزد که خراب شد مستمو تداویت نکوی کار آره در دل خود میگم. در غیر از او دیگه ما کی صلاحیت داریم که اکیده بگیم وزن کم برو زیاد، ما بیچاره که نمیتونم، فقط در اونم ماشینک بیادر قدم ساتم و مثل تفلک ها رو تیر میکنم خلاص، چون میفهمم که پسان چه قسم یک پس لرزه داره. دیگه به مو خاطر ولادت پیش در پیش تماس خاطر پرسان کردم که این من حیث یک فاکتور حمایوی پیش از این افراد اشخاص امکان داره که در تاسیس به وسیل بازی کنند. دکتر صاحب چطور امروز این موضوع انتخاب کردین؟ به نظرم که مراجعین به این عرصه زیاد است. نه، موضوعات مثلا برویت مراجعین انتخاب نمیشه دوست. گپ در کجا است؟ مثلا سرخکان، ما در ماینه خانه ما سرخکان نمیشه، چون مثلا اکثر توسط دکترای اطفال ما در جایی قرار میگیره، دکترای مثلا انتوری ما در جایی قرار میگیره، مریضایش مجبور بستر شوه، ولی ما او دو هفته سرخکان رو بس کردیم. هدف ما فقط بلند بردن آگاهی در حیث یک دکتر عمومی است. اگر مریض از او به ما بیایم، اگر نبیایم خورا ما اون فهم بحث میکنیم، چرا این موضوعات کسی از سرش مثلا پرده نبرداشته. بسیار خوب، خیلی عالی. 020 هم بگویم یک بار خانم عباسی، 020-250-3444 بهتر سه بلی لحظه دوستان میتونن تماس بگیرن در موقعیت خوبتر. تقریبا عوامل هم شما گفتین. بله بسیار خوش آمدین، وقتتون بخیر، سوال خودم مطرح کنین. سلام علیکم، محترم ساعتون خوب است. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید دکتر صاحب، خوش آمد میگین. دکتر صاحب قند امی پسر که شما گفتین که زدان مقعد چهار مغز بوده، چهار مغز بوده خود خود چیزا می باشه، باز در وقتی که ما خواهد میشه این بیرون میشه ما سوینیم اینمی تکلیف داریم. قربان تر سلامت باشین، تشکر محترم، بخیر باشین. خب بینا حتما ایست که چرای حل داره چی کار کنن. مشوره بر از اینا در دو بود داده میشه. آیا پیش دکتر رفتن نرفتن؟ اگر پیش دکتر رفته باشه خطبیست که موضوع نهایی شده که آیا اینا یک اکسترنل هموروید یا بواسیل بیرونی دارن. نه، که نداشت از بواسیل بیرونی را احتمامات که مریض کمک میکنه پیشتر ما توضیح داده. بار اگر تکرار بکنم بحث خسته کنم، میشه هموطن ما که ندیده در یوتیوب یک بواسیل نشته کنه کل جزیات همی برنامه میایه. و اگر مثلا قطعی نشده و اینا پیش متخصص تا به حال مراجعه نکردم باید برم. از کجا ارزیابی شروع میشه؟ از چشم دید. خب ساحه دیده میشه، مریض با وضعیت سجده ماینه میشه، در پلی از او فشار وارد میکنه تا اینکه ساحه اگه مثلا در درون میباشه بیرون برایه. در پلی از او کمک کرد خوب و خوب،
نکد ساحه دیده میشه که کدام فیستول، فیشر، مثلا زخما، سایر آفات دان مقد موجود نباشه، رکتال اگزامینیشن صورت میگیره. یک ثانیه اگر از طریق مثلا مقد انگشت داخل میشه، کمک کد خوب و خوب نکد، بر مریض اندوسکوپی از طریق مقد داده میشه تا اینکه برالایی که بیرون دیده میشه در درون چی گفت. بفرمایید. تواصل منتظر است. بفرمایید. بله بفرمایید. بله سلام علیکم، شما رسان خوب هستین؟ بخیر. تشکرام. شما بفرمایید سوالتون از دکتر. یک سوال داشتم از دکتر صاحب. بفرمایید. میشنوام دکتر صاحب. دکتر صاحب، همچنین از اول رمضان دچار قبضیت شدن. خب. همچنینتون خودش کجاست؟ سلام اینجا. سلامت باشین. تشکر. تشکر. در پشت ماین خانه ما وقتی که مثلا مدروی در دروازه چند گپ نشته است و یک دانه از اون میفهمی چی است، در جریان صحبت کردن مریض با دکتر پایواز پیش پزکی نکند. باز اگه موجی را مانده ایم سرمی زبانش یک چلی پاکش کردیم. این من چرا گفتم؟ بعضی کسا میبینی که مادر ششته دخترش مثلا خیز زده میر مادر مرزه داری مرزه داری مرزه داری دختر بیشی اجازه بده که چی میگی؟ تو خوب بوی از این نیستی، بو بوی تو است. به من خاطر حال باید خود مریض صحبت میکرد. حالا اینا چرا از خوار خود وکالت میکنه؟ خودش باید صحبت میکرد که ما میفهمیم گپ چیز. درد از درد جدا، از جان از جان. شاید مشکل صحبت داشته باشه. نه نداشته. بعضی شاید دکتر صحب داشته باشه. از لحاظ صحبت کردن. چرا زیر تاثیر بره؟ بعضی صحبت نمیتونه. بعضی مثلا مشکل خود گفته نمیتونه. نه میتونه. بینمی باید ما وقت بتیم. فرصت بتیم. تا اینکه اگه اون نمیتونه آستا آستا مثلا بتونه. اینه برام اکسپوز کردن میگن، درست؟ باید بتانه. اگه اگان تو خدا نخواسته لال میباشه، گنگه میباشه و دیگه یک معذرت هسته، درست؟ بنابراین، اینا وقتی که از شروع ماه مبارک رمضان پیششان قبضیت تأسیس کرده، عمدترین علتش باید نگرفتن کافی مقدار مایات باشه. صحیحست؟ اگر اینا از طرف افطار و سحری و در فاصله بین از اینا فایبر بگیرن، یعنی مثلا ترکاری هایی که توفالت داره، زردک استفاده کنن، بادرنگ مثلا استفاده کنن، کاهو، کرم، ترکاری های دیگه فایبردار، خرما بسیار فایبردار، عادت میایی رو بسیار خوب میسازه، و در پنی از او آب زیاد بگیرن. دمی مثلا فاصله بین افطار تا سحری که اگه اینا یک 8 تا 10 گلاس آب بگیرن، بدون شک شاید قبضیتشان بدون گرفتن کدام دوا حل شود که نشد، بعض ملاینات داده میشه تا اینکه در جریان روز راحت باشه. بسیار خوش آمدین، وقتتون بخیر، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام. شما بخیر دکتر. همچنان دکتر، ما تقریبا یک هفته دکتر میشن عملیات کردیم، من بوده که شما پیشتر یاد کردیم. بله. درد دارم، خارج دارم. دوست گرامی، ترومبوز بوده کجا عملیات کردین؟ یعنی دم داخل کشور بوده؟ منظور ما نام شفاخانه نیست، شفاخانه استقلال. خواه در شفاخانه استقلال دولتی. میفهمین که مثلا با وسیل بیرونی مترافق با ترومبوز بود؟ بله، ها ما اندوسکوپی کرده بودیم. درست. سلامت سر بلند باشین. تشکر. تشکر از شما. سپاس از شما. بفرمین دکتر. چه خوب یک سوال حکی کرد. اونو سوال چهارم تا اینی سوال کاور میکنه. خب. اونجا نشته کدی او نو. من چون خط خوبش خراب است. اختلال آزدی کش کدی. یکی خط هست که آدم تیز تیز در جلن نشته میکنه. یکی خط هست که باز اصولی نشته میکنه. اگر خط نمیشه تو باشه بسیار خط خراب است. او هم چندان چیز. تلا ما در دست ما بوده که برد نشته کنم که ایران بانه. نمیره شوخی کدم. او را شوخی کدم. در جلن تیز میشه. خواه دوست گرامی من، هر کسی که با وسیل را عملیات بکنه، گرچه اختلاط از این نادر است، ایتو نیست که مثلا ما مردم بگویم نکنین عملیات، دکتر صاحبای جراح اصابشون سر ما خراب شوه، نه، با وسیل وقتی که مثلا در داخلی در درجه 3 و 4 میرسه و در بیرون در هر مرحله که میباشه و در خصوص مثلا آلات را که پیشتر گفتم که اگر خونریزی متکرر میباشه با دوا چاره نمیشه و ترومبوز تحساس میکنه و ساحه نکروز میداشته باشه و مریض مثلا فعالیت های اجتماعیش محدود میکنه، در این صورت ها گفتم عملیات شد. عملیات از این در کل 4 اختلاط داره. خب. امیره با من فرصت بتین 4 اختلاط. نمبر اول درد. سایز؟ یعنی اختلالات‌ها را بانک اول به دو کاتگوری تصنیف بندی کنم. یک اختلالات حاد، اختلالات مزمن. اختلالات حاد چیست؟ یعنی بعد از عملیات دفعتن پیدا میشه، ساحه امکان داره میکروبی شوه. سایز؟ ساحه امکان داره میکروبی شوه. در چهار دوبار اکناف اطراف مقعد در حدود 2 تا 4 هفته امکان داره درد و خارش باشه که بیاد درد رو داره. شاید آستاست این موضوع مرفوع شوه، اون دکتر سه عملیات کردش، طبیعی است که بعض مثلا چرب کننده های موضعی استروئید ها را برش داده. سایز؟ اگر ندادن مراجعه کنن بگیرن.
سوم دوم اختلاطات مزمن است. اختلاطات مزمن که در این اختلاط مزمن سه موضوع شامل است. نمبر اول تزیق دان مقد. این مربوط دست جراس که چقدر جرا ماهر بوده، چقدر ساهر منظم تراش کرده، چقدر مطر امسال بسیار مسلکی برخورد کرده. کسی که یاد نداره اون زده 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 مثلا بالاخره صاحب بروز تحسس میکنه دان مقد خود تنگ میکنه. خب به خاطر بعد از عملیات ببینی که مواد غایتی مریض مثل یک تار وار خارج میشه. انالستینوزس یا تزیق مقد یکی از اختلالات بواسیل است. دوم امکان داره بعض اوقات اگر جراح اگر به طور مثال ماهر نباشه واشل میپرانه، یعنی موثره را زخمی میکنه. موثره را که زخمی کرد مریضا اکثر اوقات فیکل اینکانتیننس پیدا میکنن، یعنی بی اختیاری در رفع مواد غایته، مواد غایتهش به اراده خارج میشه. و اختلاط سوم عبارت از این است که بعضی اوقات امکان داره غشای مخاطی وقتی که در رفع حاجت بیرون رفت پس مثل سابق واره درون نره. وقتی که جمع نشد دیگه مشکل نداره، خارش مریضا تجربه میکنن و در پالی از امکان داره که مخاط پیششان ایجاد شوه، افرازات موجود باشه که در نهایت یک زرگک مریض بیوزو میسازه. این اختلاطات است. حاد مزمن اینه اگه اختلاط به طرم سال حاد عملیات پیشان است، چون از عملیات کمتر وقت شده گفتن یک هفته میشه. اکثر مریضا 2 تا 4 هفته امکان داره یک سلا خارش ها در دان و راحتی ها را در دان و مقد تجربه کنن، حوصله مند باشن. اگر بازم گزاره نشد به مو دکتر سبک عملیات کدیشان یک سر بزنن که چه هدایت برشان میتن. بسیار خوب. آخرین تماس هم اگر همکارا وصل میشه موافقانه برقرار شد میشه تماس وصل که کجا مریضا سر ما چاکو دسته کده میره با این کلینیک هفت بجه خواسته بودنشان. بسیار خوب. اگر تماس رو مستقیم بسیار خوب. بله بفرمایید. الو بله میشنم همشه را بفرمایید سوال کنه. سلام سوال داشتم از دکتر سید. یک دختر 6 سال است، قبضیت داره، خیلی خریش داره، خیلی دوازده با. چند سال است؟ 2 یا 3 ساله گفتن. خواه 2 یا 3 ساله درست. چیت میشه این دختر اگه نواسط از خاله کربلایی؟ نه دختر مرتی اگه افساله من افساله. من میشه احترام داشتیم به توانایی تو نسبت به بود وقت نندرم که رودمودیش یکی گو چیز دیگه بورم موشه. خب خوار بزرگوار در پاری از اینکه چیز بیرون میشه دان مقد خریش داره و این دخترک قبض است. از ماد غایتش خون خونمه خون؟ نه خون نمیه. از چند سال است که دخترکت قبض است خاله جان؟ افتونیم سال است. چند سال است که میگم قبض است؟ سن شفا میدم چند سال است که قبض است؟ آوه موی اگه 2 سالم پرو موشه. خب مواد غایتی از این دخترک تو مثلا مثل پشقل یا بادرنگ خارج میشه؟ آره مثل پشقل مار بودن. سلامت بخیر باشه. تشکر. دکتر صاحب این توضیحات و انشاءالله برنامه را قسمت ختم میکنیم. بسیار خوب. بله اگه گفتن این دیگه این نباشه در دل شما میگه نه ندارم من گفتن این نباشه گفتن این نباشه همه شب تر مثال نمی بحث های مثل دیگه در هیچ چیز مغرض ندارم. خب گپ در ای است که پیش از اینا چند احتمال موجود هست. نمبر اول قبضیت های معنت کلانترین علتش در اطفال مرض هرچ پرنگ است. هرچ پرنگ یک مرضی است که شبکه امی دان مقد که است در زیر خود یک شبکه رشتای عصبی داره. این رشتای عصبی است که تصمیم میگیره که این موثرات چه وقت واس شد چه وقت بسته پیش از این افراد این شبکه عصبی که در زیر کانال مقد است تشوش میداشته باشه. بنابراین در وقتی که باید خود درست واس کنه واس نمیتونه سخت میمونه. به می خاطر مواد غایته اکثر اوقات به شکل پشقل یا مثلا مثل یک بادرنگ خارج میشه. یک قبضیت معنت طولانی مدت دائمی است که تا که مریض عمری زنده است باید ملینات بگیره قبضیتش بشکنه. اگر نه به وسیله یا زینمی قبضیت دائمی پیدا میشه. تداوی قطعی ندارن. من نگفتیم که مرض از یا قطعی همی است. نظر به گفتار. بله. صحیح؟ این شد یک. دوم ای که مثلا در وقت رفع حاجت بیرون برآمدگی پیدا میشه، ای چند موضوع را به ذهن ما میبره. شاید کدام اینترنال هموروید یا به وسیله داخلی از خاطر قبضیت پیش از این دخترک تاسیس کرده باشه. درست است که اکثر اوقات مثلا به وسیله در سنین بالا ایجاد میشه، ولی اطفالی که قبضیت معنت دارن نمیتونه از این انتروال مستثنا باشه. امکان داره که پرولپس مقد موجود باشه اما کانال مقد به بیرون برآمدگی داره ولی که به وسیله موجود نیست. و در پلی از او چیز را به نام پولیپ میگن. پولیپ. اینا هم یک بیرون برآمدگی در داخل کانال مقد میباشه. اینا هم امکان داره مشکل ایجاد کنه.
متخصص اطفال را نظرش را بگیرن، کلونوسکوپی شاید بر مریض توصیه شود، برایت از او تصمیم گرفته میشه که دوا بگیرن و یا که عملیات برشون توصیه شود. این دو سال که دیر نشد دکتر سبین، دو سال که نامشکل دارد دو دوریم سال. نمیخوایم که با صحبت ما مثلا در اینجا تشوش ایجاد شود. هر مرض که از دروز کده یک روز سرش تیر شود بهتر است. یعنی عاجل اقدام کردن امضا را بهتر دارد. فعلا نزد متخصص اطفال باید متخصص اطفال مراجعه کنن، اونا طبیعی از ساحه را میبینه، ارزیابی میکنه، تفتیش میکنه، شاید جسد بکنن و در پهلوی از او معاینه انسکوپی و فلکسیبل کولورکتوسگمویدوسکوپی یعنی اندوسکوپی که از طریق مقعد کمره به مریض داخل میشه در مانیتور دیده میشه. متخصص اندوسکوپی اطفال او را میبینه که ساحه چی مشکل داره، آیا اهتمامات دوایی نیاز داره، اهتمامات غیر دوایی نیاز داره و یک نیاز به جراحی است. غیر از اون دیگه توصیه ندارن دکتر صاحب که چی غذا بخورن نخورن چی مثلا. در کل هر کسی که قبضیت می داشته باشه باید در 24 ساعت 15 الی 20 گلاس آب بگیره. آب بگیرن، غذای فایبردار استفاده کنن، ترکاری به زور نزنن، فشار نبیارن، در تشناب بیشتر از 5 دقیقه سپری نکنن و در صورتی که جواب نداد به دکتر مراجعه بکنن. بسیار.